به مناسبت انتشار جلد چهارم کتاب آیین اوستا، علاقمندان کتاب دیدار و گفتگو خواهند داشت با نویسنده آن در شرکت کتاب. دیدار که ساعت 5 بعد از ظهر در شرکت کتاب واقع در وستود لس آنجلس برگزار می شود، نویسنده کتاب آیین اوستا را که به 3 زبان فارسی، فرانسوی و انگلیسی فرام آمده برای علاقمندان امضا می کند. ناگفته نماند که آسیاوش اوستا مهمان هفته ما هم هستند و در بخش دیگر این برنامه با پرویز صیاد به گفتگو خواهند نشست. تماشاگران گرامی، یه اشاره بکنید اقلا وقتی برنامه شروع میشه ما بدونیم که شروع شده یا نه. با درود به شما مهمان گرامی این هفته ما، آقای دکتر پژوهشگر، نویسنده و شاعرم بگم؟ نه، ما قابلیت شاعری که نداریم. درود بر شما پرویز صیاد. سلام، حالتون چطوره؟ حالتون خوبه؟ سپاسگزارم. خیلی خوش اومدید. سپاسگزارم. به هر حال ایشون از جمله نویسندگانی هستن که آثار متعددی در فرانسه که محل اقامت و سکونتشون هست منتشر کردن، که البته از مرز فرانسه این کتاب ها به همه نقاط جهان رسیده و شهرت امروز نه تنها در ایران بلکه در محدوده جغرافیای فرانسه هم حتی نمی گنجه، یعنی حالت جهانی پیدا کرده. جناب دکتر، به خاطر چهارمین چاپ کتاب آیین اوستای خودشون که به 3 زبان فارسی، انگلیسی و فرانسه در دسترس علاقمندان هست، به لس آنجلس آمدند و در روز 5 مارچ، شنبه 5 مارچ، برای امضای کتاب در شرکت کتاب حضور خواهند داشت. فرصت مغتنم دانستیم و ازشون دعوت کردیم که به برنامه ما بیان و با ما گفتگو بکنند در مورد آثارشون و به خصوص در مورد آیین اوستا. اون چیزی که در این کتاب بیش از هر چیزی نظر خواننده رو به خودش جلب میکنه، تئوری‌های آقای اسد به پیشینه مسلمانی و اسلام در ایران و اینکه معتقد هستند که اصولاً ایرانی‌ها مسلمان نشدند. خب می‌دونید این حرف تازگی داره، به خصوص از زبان یک پژوهشگر در یک کتاب موفقی که به چاپ چهارم رسیده. اگر فقط یک تئوری شخصی بود که در چارچوب خانه ها و در مهمانی ها و گفتگوهای بین دوستان مطرح می شد در کافه ها، می شد ازش گذشت، ولی وقتی که در کتابی به جلد 4 می رسه مسئله کمی جدی تر می شه. بنابراین من اولین سوالم رو از مهمان گرامی خودمون می خوام با این جمله شروع بکنم که چطور شما معتقدید که ما ایرانی ها مسلمان نیستیم؟ یعنی البته ما ایرانی ها می دونیم که اقلیت های مذهبی متعدد هستن در ایران، آزادی مذهب همیشه بوده تا جایی که اطلاع دارم منده، ولی لااقل میشه گفت که از بعد از صفویه اتفاق نظر هست، نه تنها در ایران بلکه در تمام جهان، که ملت ایران ملت مسلمانی است. یعنی البته بنده با کلمه ملت زیاد موافق نیستم و معتقدم اگر میشه در مورد اسلام صحبت کرد باید گفت امت اسلامی، برای اینکه وقتی میگیم ملت، ملت یه جامعیتی داره متشکل از همه اقوام و معتقدین به انواع مذاهب و ایمان‌ها. آنها به طور کلی پیکره ملت رو تشکیل میدن. ولی اگر بخوایم فقط به مسلمان‌های ایران اشاره بکنیم، باید بگیم که امت اسلامی ایران. شما معتقد هستید به این حرف یا اینکه؟ نه جناب پرویز صیاد، من دور بیفتم به بینندگان مهربانتون و خود شما و دختر خانم نازنینتون مریم خانم، که واقعا خیلی خوشحالم که در مهمان برنامه شما هستم. من به اطلاع تمام بینندگان مهربان رو امشب برسونم. پیش از اینم گفتم، بازم تاکید میکنم که ایرانی هرگز مسلمان نشد. اسلام چیه؟ ما چون وقت ما هم خیلی کمه، من بگم 20-30 دقیقه فرصت داریم، ولی من میخوام خلاصه بگم، مختصر بگم. آقای پریفساد، اسلام یه اصولی داره، یه اصولی داره از ابتداش. اصول اسلام از اصول دین توحید، نبوت، معاد. ایرانی اومده این توحید، نبوت، معاد و دو تا بهش اضافه کرده، از اون روز اول گفته عدل
و امامت. امامت رو من ثابت کردم که همون پادشاهی و شهریاری ایرانی است که اینا با عنوان امامت منتقلش کردن. و عدل، وقتی میان میگن عدل، یعنی این الله عادل نیست، ما عدالت اجتماعی میخوام. یعنی شما به سرزمین ما حمله کردین، ما رو غلام و برده و موالی کردید، ما عدالت میخوایم. پس میان اصول دین اسلام رو اینا عوض میکنن. خوب دقت کنید دوستان مهربان، من آنچه سیاوش علی میگه پاشوای میستم و حاضرم بحث بکنم با هر کسی ساعت ها. نکته بسیار اساسی دیگه این که یادتون نره اسلام از همون روز اول وقتی میره ایران رو فتح میکنه، ایرانی، عنصر ایرانی میاد اخلالگری میکنه در اسلام. خلیفه دوم عمر رو ایرانی میکشه، خلیفه سوم عثمان رو ایرانی میکشه با دستیاری مصری ها، ترورش میکنن. امام علی رو ایرانی ها میکشن، ابن ملجم مرادی یک ایرانی است میکشه. کار دیگه که ایرانی ها میکنن، اسلام جنگ داخلی داخل اسلام رو در زمان امام علی، در زمانی که داماد پیامبر اسلام است، ایرانی ها میافرینن. جنگ با عایشه، با عایشه که سوگل حرمسرای پیامبر اسلام هست، و طلحه و زبیر که دو تا ژنرالای پیامبر اسلام هستن، پیامبر اسلام بهش لقب طلحه الخیر داده، نشان داده، باهاش میجنگن. اونها ایرانی ها هستن که تحریک میکنن علی رو به این جنگ. جنگ دیگه جنگ صفین هست، با معاویه میجنگن. بعد وقتی که امام علی متوقف میکنه جنگ خودش با معاویه، وقتی قرآن ها رو سر نمیکنه، سپاه ایرانی که در داخل سپاه علی بوده به عنوان خوارج نهروان با امام علی میجنگن. با امام علی میجنگن، آتا همشون قتل میشن، کشته میشن، افرادی مونن مثل ابن مرجم کی بگن. و بعد چون فرصت نیست من از مسیر اون سوال ایرانی مثلا نشد. شما این تصاویر تاریخی که توصیف میکنید برای ما در کتاباتون هم توضیح دادید، ولی من فقط به یک نکته که دلیل این که ایرانی ها مسلمان نشدند رو، شما این جنگ ها میدونید، این جنگ هایی توصیف کردید میدونید، یا اینکه دلایلی دیگری هم هست که مربوط به داخل ایرانه و در به خصوص در از زمانی که شیعه گری در ایران مذهب رسمی تلقی شد، از زمان صفویه به این طرف، آیا هنوز معتقدید که مسلمان ها یعنی ایرانیان مسلمان نشدن؟ نه دیگه، اصلا من صفویه که مال چند صد سال پیش منظورم نیست. من معتقدم که از همون هنگامه آغازین اسلام وارد ایران میشه، بعد از وفات پیامبره. میدونید که دوستان مهربان، اسلام بعد از پیامبر اسلام وارد ایران شده، یعنی خود پیامبر اسلام به ایران حمله نکرده. اینم برای اونایی که خیلی مسلمان و مذهبی هستن ناراحت نشن، ولی از همون موقعی که وارد میشه ایرانی میجنگه با اسلام. در آقای صیاد من عرض کردم در برابر سه شعار اساسی اسلام، توحید، نبوت، میاد دو تا شعار شهریاری و عدالت اجتماعی میاره، میاد در برابر قرآن کتاب اسلام دیگه، نهج البلاغه رو میآفرینه. میدونی که نهج البلاغه یه ایرانی شیخ رضی نوشته 300 سال بعد امام علی. الان من و شما داریم با هم صحبت میکنیم، صدامون ضبط میشه، بازپخش میشه، باستابی که در جهان داره هر کسی که میشنوه یه جور برداشت میکنه. چطور میشه 300 سال بعد از وفات امام علی کسی میاد کتاب مینویسه میگه گفتای حضرت علی است؟ این ایرانی‌ها میآفرینن چون میخوان در برابر قرآن یک کتاب بیافرینن، ده جلو علاقل میفرن. از همه مهمتر آقای صیاد اینه که شما میدید شعار اصلی اسلام هست اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدن رسول الله. رسول، من که زبان عربی رو بلدم مثل پارسی، اونم که بلد نیستم، میدونن رسول یعنی نامه رسان، یعنی کسی که پیغام میبره، پیغام میگیره میبره. ایرانی میاد در برابر این اشهد ان محمدن رسول الله یه شعار بزرگتر میاره، چون میخواد با اون مبارزه کنه، میخواد با اسلام مبارزه کنه. شعار چیه؟ اشهد ان علی ولی الله. ولی رهبر سیاسی است، ولی یعنی کسی که در زندگی خصوصی افراد، اجتماعی افراد، سیاسی افراد دخیل، نقش داره دیگه. یک کامپیوتر نیست، یه پستچی نیست که نامه رو بدن بگن آقا ببر رسول، نه، ولی الله. میان یعنی در برابر هر شعار اسلامی برای که باش مبارزه بکنن. اجازه بدید بنده استنباط خودم از بیانات شما بگم. اول شاید تماشاگران ما هم همین استنباط رو اگه دارن شما این تصحیح بفرمایید. ببینید این توصیفایی که شما میکنید برعکس نشون میده که ما مسلمان دو آتشه ایم، به جایی که یعنی ما در واقع باید یه ترجیح نظری در اون عنوان بکنیم. اگر میفرمایید که ما مسلمان نیستیم، در حالی که به ما این همه امتیاز میدید در ابداعات و نوجویی هایی که در اسلام شده، میشه گفت ما یه اسلام دو آتشه هستیم دیگه. نه، چون ما رو میکشتن آقای صیاد. ببینید شما وقتی که اسلام به سرزمین من و شما اومد و مصر و جای دیگه رفت، شما یا باید کشته میشدی یا باید مسلمون میشدی.
اگه پولدار میبودی، اگر پولدار میبودی یه جزیه میدادی، ولی بعد ایرانی مجبور میشه که اسلام رو بپذیره. مثل میمونه که یارو طرف اسمش نقاش هست ولی نقاشی بلد نیست بکشه، آقای مدیر اسمش، میگن آقای مدیر، مدیریت بلد نیست، ملزمه نجار اسمش خیلی چقدر آدم داره مثلشون نجاره، اسمش پزشکه، پزشکی نمیدونه یعنی چی. ایرانی برای اینکه کشته نشه، من تو این کتاب سند آوردم، شما در جاهای دیگه نقل کردم، افرادی مثل حافظ، مثل حافظ، مثل سهروردی، مثل عین القضات، اینا همه از اسلام میان بیرون، محکوم به مرگ میشن، کشته میشن. حتی پور سینا، شما مستظر هستید که سهروردی رو میکشن، حلاج رو میکشن. آقا دانشمند عین القضات، آقای پرویز صیاد عین القضات در 18 سالگی قاضی القضات میشه، یعنی رئیس دیوان عالی کشور میشه، ولی چون از اسلام میاد بیرون اعدامش میکنن، میکشنش. ایرانی برای حفظ جان خودش، برای حفظ جان خودش این اسم رو خودش نگه میداره، ولی باز به عنوان تشیع شیعه، نه به عنوان اسلام، ولی هر کار کرده ضد اسلام بوده. اصلا اون از یاد نبریم، از خاطرات آقای صیادی که بسیار مهم، قرآن، قرآن که اصلی ترین کتاب مسلمان هست، یه ایرانی اومده 1300 سال پیش گفته که این قرآن یه چیزایی توش هست که باطل شده، نه الان 1300 سال. این شخص رو من الان اسمشم بیارم، همه علمای میشناسنش، به نام آقای کلینی، کلینی در کتاب اصول کافی. مثل همین الان شما در نظر بگین آقای صیاد، یه کسی از اسلام بیان بیرون محکوم به مرگ هست یا نه؟ بوده و هست؟ آقا ملحد شناخته، ملحد شناخته میشه. منتظری 3 سال پیش من ازش در زندان بازداشت بود، مصاحبه کتبی کردم، گفت که کسی از اسلام خارج بشه محکوم به مرگ نیست. یعنی برای اولین بار در تاریخ ایشون، در تاریخ معاصر، در پیش از این هم ما داشتیم، اومد یک آخوند ایرانی این بر علیه اسلام داره فتوا میده. و پریروزا هم باز دو هفته پیش هم یکی دیگه از دوستان ما، جوانان مهربان از اروپا، از آقای منتظر پرسید بود، دوباره اینو تایید کرده بود. ولی شما ببینید در تمام کشور اسلامی کسی از اسلام میاد بیرون میکشنش. آقای صیاد اجازه بدید من این خوشخبری رو اینجا در برنامه شما بدم، اونی که دوستان مهربان، الان چون در ایران افراد بسیاری هستن از اسلام خارج میشن و بعد خروج از اسلام در کشورهای دیگه هم رسمی قتل داره، یعنی میگن ملحده و میکشنش. الان سازمانهای حقوق بشر جهانی، سازمان ملل متحد، رسما دولت امریکا، رسما اروپا، بازار مشترک اروپا و کشورهای متحد اروپایی، اینها اگر بفهمن که کسی در ایران به خاطر خروج از دین اعدام شده، فشار میارن رو جمهوری اسلامی، مثل فشارهای دیگه که میارن. بر همین اساس اگر نمونه هایی در داخل ایران هست، اینا رو شما منتقل کنین به خارج از کشور، اسم و مشخصات افراد رو بگیم. چون من شنیدم چند نفر رو در ایران گرفتن به اتهام این که اینها افراد رو مسیحی مثلا میکردن. اینه که الان جهان همچنان که اعلام جنگ کرده با تروریسم اسلامی، خیلی مسئله مهمه، وقتی میگه ما با تروریسم اسلامی داریم میجنگیم، یعنی از دری اسلام تروریسم در اومده و میاد که داره باش میجنگه. حالا هم مهربان یاران بدونین، اونهایی که از اسلام میان بیرون رسما شجاعتشو دارن، مثل سهروردی، مثل عین القضات، مثل حلاج، مثل حافظ، مثل خیام، اینا رو اعدام کردن، کشتن، ما ثابت کردیم. خیام و این جهان فرسوده یکی دیگه از کارهای من آقای پرویز صیاد. سیاوش اوستا، صحبت فرمودید که سند به اسناد و استدلال هایی که در کتابتون کردین، و من واقف هستم که همین استدلال ها و اسناد رو در فرانسه اونجا ارائه میدید و یه مقدار زیادی اطلاعات و آگاهی های سیاسی که دولت مردان سیاسی فرانسه پیدا کردن ناگفته نماند که از طریق همین اطلاعاتی است که آقای عباسی در اختیارشون گذاشتن، و به خاطر همین اطلاعات میشه گفتش که نسبت به کشورهای دیگه، فرض فرمید آلمان یا همین ایالات متحده، اطلاعاتی که دولت مردان سیاسی از اسلام، از افرادگرایی اسلامی دارن، به یمن فعالیت ها و استدلال هایی که آقای عباسی اونجا عنوان کردن، به نظر میاد که خیلی بیش از دیگرانه. یک ناآگاهی های زعمای قوم اینجا از خودشون نشون میدن که حکایت از این میکنه که واقعا به ریشه های شیعه‌گری، ریشه های اسلام در خاورمیانه اطلاع چندانی ندارن، و یکی از کسانی که واقعا این اطلاعات رو در اختیار فرانسوی‌ها گذاشته و به خاطر همین اطلاعات هم ایشون جوایز متعددی بهشون داده شده در فرانسه که ازشون خواهم پرسید که خودشون آخریشو توضیح میدن،
به خاطر همین اطلاعاتی است که امروز ایشون دارن از طریق این تریبون در اختیار شما میذارن. همین اطلاعات رو و اطلاعات گسترده‌تری رو بنده مطلع هستم که در اختیار کسانی گذاشتن که تصمیم گیرنده هستن در سیاست‌های خارجی فرانسه. البته با همه این فعالیت‌های آقای عباسی، فرانسه همچنان داره سازشکاری می‌کنه، اونم به جای خود اون ناگفته نماند، ولی اطلاعات دقیقی از ایشون گرفتن، از این اطلاعاتی که دارن. حالا سوال بنده اینه که این اسناد و دلایلی که شما ارائه میدید در کتاب‌های خودتون، در برنامه تلویزیون خودتون و در گفتگویی که الان با بنده دارید، آیا اینها منابعش دست دومه یا اینکه همونطور که شما اشاره کردین از زبان عربی مستقیما میگیرید، یعنی استدلال از متون عربی میکنید بیشتر، یا اینکه از نویسندگان دیگه میارید نقل میکنید؟ اینا رو خواهش می‌کنم منبع اطلاعاتی این اسناد رو که اشاره کردید یه توضیح راجع بهش بدید. جناب پروفسور، من مستقیم مراجعه میکنم به قرآن به زبان عربی و خودم ترجمه میکنم به زبان فارسی، و مستقیم مراجعه میکنم به تاریخ، نزدیکترین تاریخایی که نوشته شده در رابطه با اسلام. به چه زبانی؟ به زبان عربی. عربی. مثلا یکی از این تاریخ‌ها که الان مدت هاست به پارسی هم ترجمه شده، تاریخ طبری است که حدود 30-40 جلده. مثلا شما نظر بگین در قرآن، اینی که اشاره فرمودین، من دو مورد رو به عنوان نمونه در تایید فرمایشات شما عرض می‌کنم. ببینید، این کتاب من حدود لسکره دول اسلام حدود 20 سال پیش منتشر شد، چاپ اولش به فارسی هم این منتشر شد. در اونجا من نوشتم به فارسی 24 سال پیش ریشه ترور در اسلام، یعنی من ترور که الان دنیا داره با تروریسم اسلامی مبارزه میکنه، ما ریشه ترور در اسلام رو در آوردیم و بعد با استناد به اخبار خود خبرنگاران و مورخین اسلامی، سند احادیث، نه اصلا نه جناب سید، نقل تاریخ، یعنی مورخی هست به نام آقای طبری. بله. این آقای طبری تاریخ رو سینه به سینه گرفته نوشته، ابن هشام هم نوشته. ما سند آوردیم که آقا اولین ترور در اسلام زمان خود حضرت محمد صورت گرفته. حضرت محمد داره میره رفته مدینه و اینا رو بگذاریم، یه دختر خانم کلیمی در مکه شعر میگه علیه ایشون، ایشون میگه آیا کسی هست بره سر اینو برای من بیاره؟ چه گروه کماندو بلند میشن، این گروه کماندو میرن، اسما اسمشه، اسما رو میکشن برمیگردن. یعنی این که شما فرمودید در تایید فرمان شما در تایید، یعنی ترور در اسلام ریشه داره، ریشه از زمان خود پیدایش اسلام. یا مثلا آقای سیاد اونینا اومدن در قرآن، ما الان در خونه هامون خیلی قرآن داریم، ترجمه فارسی، ترجمه های فارسی، ترجمه انگلیسی، ترجمه فرانسوی، همه اینا کنترل شده است، نمیذارن ما از واقعیت سر در بیاریم. مثلا در قرآن میگه و قاتل الذین لا یؤمنون بالله، میگه آقا هر کسی که به الله ایمان نداره بکشیدش، میگه قاتلو. میدونی اینا قاتلو رو چی میان معنی کردن به فرانسه؟ مثلا کومبا، کومبات، یعنی کشت، کومبا از کشت گرفتن میاد و مبارزه کردن. و به فارسی هم وقتی که میگه نمیگه بکشید، چون از قاتلو از قتل میاد دیگه. بله. چون میگه بجنگید. آقا واژه عربی جنگ حربه، باید بگه هارابو، نمی این داره میگه قاتلو. ملازم اینه که چون 14 قرن هم سانسور شده بود برای ما، حتی ترجمه قرآن او زیرشونی که نوشتن با اون اصلش نمیخورد. من مراجعه کردم، خوشبختانه من زبان عربی رو خوب یاد گرفتم و مراجعه کردم به خود قرآن و ترجمه کردم، این حقایق رو به دست آوردم و دیدم واقعا ایرانی ها. شما ببینید جناب پرویز سید، یک ایرانی وقتی میاد قرآن ترجمه میکنه، اونجا نوشته قاتلو یعنی بکشید، این میذاره هاربو یعنی به جنگی ترجمه میکنه، یعنی این بابا میاد تو کار الله، تو کار محمد دست میبره. من اینجا بود که شک کردم و در زمان خود پیامبر اسلام این شک به وجود اومد. و آقای سید اینم بگم خدمتتون به عنوان هدیه به بینندگان مهربان، پیامبر اسلام چندین سکرتر داشت که حرفاش می نوشتن. یه بار یکی از این سکرترها میاد پیش آقای محمد میگه کلمه سکرتر چیز دیگه، منشی به عربی بذارید، منشیش باور کردنی تر باشه، منشیش. میگه که آقا اینی که شما گفتی مثلا اینطوری، اجازه میدی من اینجوری بنویسم؟ پیامبر اسلام میگه آره اینجوری خیلی قشنگتر، اینجوری بنویسش. دو بار سه بار ده باری کار میکنه، بعد یه روز شب میره به خانمش میگه اینا رو میبینی حضرت محمد اینجوری گفتی بود، من اینجوری کردم، حرف منو قبول کرد؟ میگه اگه اینا هر وحیه اطرف خود اومده چطوری حرف تو کرد؟ تو عوض کرد ایو یارو عبدالله اینجا تازه دوزارش چه میفته؟ فردا میت میشه حضرت محمد میگه آقا اینا اگه وحیه، شما چرا به من اجازه میدادید من دستکاری کنم؟ طرف میره آقای صیاد از اسلام برمیگرده و بعدم میذارن میکشنش. خب شما میبینید وقتی اجازه بفرمایید ما برای اینکه وقتمون اجازه بده که ما در بخش
دیگر گفتگومون راجع به اوستا و آیین اوستا با آقای سیاوش اوستا صحبت بکنیم یک وقفه کوتاهی داشته باشیم و این وسط و قبل از که وارد گفتگو راجع به این کتاب بشیم خود آقای اوستا یک خلاصه‌ای تهیه کردن که معرف این کتاب هست. من خواهش بکنم از دوستان اون قسمت رو پخش بکنن. برمیگردیم در خدمت رو خواهیم. اجازه بفرمایید که من از شما سوال بکنم جناب اوستا. بین نام شما و این نام استعاری که شما برای خودتون انتخاب کردید، حسن عباسی و سیاوش اوستا، خب معمولا باید یکی رو انتخاب کنید دیگه. شما معمولا هر دو رو در آثارتون میذارید، پشت کتاباتون یا توی مقالاتتون می‌نویسید سیاوش اوستا، برای اینکه فراموش نکنن که این سیاوش اوستا کیه، حسن عباسی رو می‌ذارید. بالاخره تکلیف ما رو معلوم کنید. آیا ما به جنبه اوستایی شما بستی که ارادت ببرزین بیشتر، یا به جنبه اسلامی شما که عباسی است؟ بالاخره تصمیم تو بگیرید. بالاخره بعد از این همه تحقیق و تتبع و پژوهش و پیدا کردن اسناد، لااقل اگر می‌خوای واقعا تصمیم بگیری. من گفتم که اینجا نوشتم، گفتم سیاوش اوستا، ولی دیگه اینجا حسن عباسی نداره که، اینجا نداره، ولی من حتما مطمئنم که در یه جای کتابی خواهد. حالا علتش جای سیاد سوال بسیار زیبایی کردن آقای پرویز. علت اینه که حمل این کلمه اوستا، من یه بارم به یه شوخی با شما در برنامه خودم کردم که آقا من نمیدونم چطور میشه یه نفر مثلا اسم خودش رو بذاره علی نهج البلاغه، یعنی یه کتاب بزرگی رو که شهرت جهانی داره روی خودش بذاره. خب میدونید این یه سنگینی خواهد داشت که تحملش باید دشوار باشه. و من همیشه میگم کلمه اوستا و با اون معنای گسترده و با اون سابقه درخشان تاریخیش، یک کمی به نظر من انتخاب درستی یا خیلی سلیقه به خرج دادید، ولی تحملش چجوری میتونه باشه؟ آخه پیش از اسلام های صیاد اوستا اصلا یکی از اسامی ایرانی بوده، برای همینه که وقتی که کتاب رو میگن بعد اصلا اسم خط اوستایی ما داشتیم و غیر و غیر. بله. اوستا یه اسم بوده، ملاحظه میفرمایید؟ اوستا یک اسم بوده، ولی شوربختانه از هنگامی که این تازیان به سرزمین ما حمله کردن، خیلی چیزا ما یادمون رفته و در یک جایگاه فقط گرفتیمش. اوستا پیش از این که نام کتاب باشه که 120 جلد کتابم بوده، اون گاتای زرتشت که من در همین آیین اوستا آوردمش، گاتای زرتشت سروده‌های اندکی از زرتشته، ولی خود آیین اوستا، خود کتاب اوستا 120 چهل کتاب بوده آقای صیاد، که من در اینجا شرح دادم تاریخ بوده، پزشکی بوده، مهندسی بوده و غیره غیره. حالا من چرا در هنگامه هایی در داخل پرانتز حسن عباسی رو نگه می‌داشتم؟ اون علتش بود آقای صیاد که نه که کارهای ما خیلی کارهای جانفشانیه، گفتم بیا نگنی ترسیده از ترسش. آخه اگه شما یادتون باشه من 20 سال پیش با آقای پرویز صیاد در پاریس، نه 17 سال پیش، مهمان برنامه رادیو من بودن. بعد وقتی برنامه رادیویی تموم شد، برنامه رادیویی که تموم شد، یهو گفت نویسنده و کارگردان مثلا برنامه این رادیو آوا ایران بود اسمش، محسن پارسی. یا آقای صیاد گفت تو با اسم مستعار اینجا داری کار میکنی، منو پرویز صیاد آوردی تو رادیو، یعنی من با اسم مستعارم خیلی کار کردم، ولی اینجا عمد میکردم و میکنم اسمو میذاشتم تو پرانتز که مردم فکر نکنم من میترسم اسم سیاوش اوستا رو انتخاب کردم که مردم منو نشناسن. ولی بعدن هم که مستحضر شدید که جمهوری اسلامی آقای یدالله قزوینی نامی از سرداران سپاه پاسداران رو اومد با اسم حسن عباسی تو دنیا مشهورش کرد، آقا چقدی برای ما مشکل ایجاد کرده آقای پرویز صیاد. بعدم دوستان مهربان ما اوستاگرایان تو ایران بابا رو رفتن ترتیب شدادن، ممنوع صدا شده گرفتنش و بعد تو خارج دوباره دارن پخشش میکنن. منظورتون از اینکه ترتیبش دادن، یعنی میدونن در ایران ایشون ممنوع صدا شده، ممنوع تصویر شده، اجازه سخنرانی نداره، بازداشت شده، بازداشت موقت بوده، بعدن آزادش کردن. یعنی دوستان شما این کار کردن؟ نه، میگم دوستان اوستا، یعنی ایران دوستان، ایران دوستان این کار کردن. این آدم خطرناک تروریستی که میاد آقای پرویزیاتون، من فکر کردم شما به خاطر این تشابه اسمی با آقای حسن عباسی که در ایران سخنرانی های خیلی مبسوطی بعضی وقتا در رسانه ها از خودشون انجام میدن، به خاطر این که با اون اشتباه نشید اسمتون عوض شده. ولی چند سال پیش کرده، چند سال پیش بوده. بعد اینا اومدن چه دفعه شما به من گفتید که مثل یه ایشون ساختن که شما رو خراب کنه. اصلا دقیقاً همونطور. آقای صیاد شما باور میکنید اکثر سرویس های اطلاعاتی جهان سرویس اینا فکر میکنن حسن عباسی منم، فکر میکردن منم، چون شما الان بزنین حسن عباسی روی یاهو یا گوگل 11000 تا به شما اطلاعات میده. سابق 11000 تا 7000 تا بود، همش مال من بود، ولی الان قاطی شده. یهو دوستان خودم از ایران زنگ میزدن، فامیل من میگفتن آقا تو کی اومدی ایران که ما ندیدیمت. من معتقدم کار من اخلال کردن و به عمد آقای صیاد معتقدم شما این آقا رو سو کنید.
خوشبختانه تو ایران ترتیبش رو دادن دیگه، الان نه میتونه سخنرانی کنه، نه میتونه بره رادیو، نه میتونه از کنفرانس بذاره. استاد دانشگاه بود، استاد دانشگاه دیگه نیست. یک دکترینا رو نمیدونم چی داشت اونجا رو بستن. بعد من تعجب میکنم که تو خارج از کشور همه هیچ عیبی نداره که حرفای حسن عباسی رو پخش بکنی. ایمان جان، به ایمان فروتن میخوام بگم عزیز دلم، قربونه تو پخش کن، ولی زیرش بزن یدالله قزوینی، نه اینکه دکتر حسن عباسی. شما جمهوری اسلامی، من در لندن بودم، خواهش میکنم از این برنامه، از این تریبون با برنامه سازهای دیگه خواهش میکنم پیام ندیم، گفتگو نکنید. معمولا اونا به برنامه من تماشا نمیکنن، وقت تو هدر ندید. ما براشون همه میبینه. الان ایمان نشسته داره یک گلاس شراب میخوره، برنامه شوهر میبینه. باید بزنن یدالله قزوینی که خودش اسم حسن عباسی روش گذاشته. اشاره کردید به اینکه در فرانسه ما با هم برخوردی داشتیم. بله، آقای عباسی از جمله دوستانی هستن که ما هر وقت به فرانسه میریم اونجا کمک میکنن به اجرای برنامه ما و برنامه گذار برنامه های ما هستن و بسیاری برنامه های فرهنگی دیگه. ایشون با این همه اظهار نظرهای تند و تیز و حادی که دارن و واقعا من به شخصه از جمله کسانی هستم که این شجاعت و شجاعت ایشان رو تحسین میکنم و همیشه هم کردم. ولی خب ضمناً همونطور که ملاحظه میکنید دارای عقاید بسیار میشه گفت افراطی است از یه نظری. افراطی که نه، آگاهی بخش. بله آگاهی بخش. بالاخره اون افراطیون هم معتقد هستن که دارن آگاهی میدن به اون چیزی که میگن. افراط میدونید گستاخ میدونید. من چون شما یه کلمه بهتری پیدا بکنید، من چون کلمه دیگه پیدا نکردم. گستاخ. گستاخی میفرمایید یعنی شما؟ بله، یعنی شجاعت داره ملتی. من اگه میگفتم شما گستاخی میفهمید که بی ادبی نه افراطی بده. گستاخی. عباسی نازنین از اون پژوهشگرانی است که با اینکه کتاباش به هر کدوم از کتاباش، البته لیستش الان خواهش میکنم خودش بده چون من حافظم یاری نمیکنه، کتاباش هر کدوم به جلد چاپ چندم رسیده و به شهرتی دست یافته به خاطر نظریات و اعتقاداتش، خیلی شوخ‌طبع و خیلی خاکی، همونطور که ملاحظه میکنید. اجازه میدید من حتی گاهی با شوخی هم بکنم. یادم میاد در فرانسه یک روز، خیلی هم علاقه داره به بازیگری و واقعا هم استعداد داره، ملاحظه میفهمید که استعداد داره. گفتم مرام بازی بده. بله به من گفتن بازی بده بهش و چند بار به من اصرار کردن که یه نقشی بهش بدم. گفته عین‌الله رو میخواد به من. من نمیخواستم. من میخورم. من واقعا پیشنهاد کردم بهش، ولی تو هنوز به من تصمیمتون راجع به این قضیه نگفتی. هنوز داری راجع بهش فکر میکنی. من گفتم دنبال عین‌الله میگردم، تو گفتی به من نقش بده. دفعه دیگه هادی را اگه باش بازی کردین عین‌اللهش کنین. ولی من یه چیزی هادی که عین‌الله نمیشه دیگه. نه عین‌الله که هیچ وقت نشده. اون نقش خودشو داره، یک شاعر تو اون که نمایشنامه‌ای هم که با من بود نقش خودشو بازی کرد. شما اگه بخواید نقش خود علی عباسی رو، حسن عباسی رو بازی کنید، بنده حرفی ندارم. ما در خدمت. یا باید عین الله بشه یا حسن عباسی، انتخابش به خودت. سیاوش اوستا. سیاوش اوستا. خب برگردیم سر اوستا. حالا این گرایش شما به اوستا، همونطور که تماشاگران ما بی اطلاع نیستن، یک موج اوستاگرایی در اروپا به خصوص بین جوان‌ها و نسل جوان، من در این سفرهایی که در کشورهای مختلف داشتم شاهد بودم که این گرایش‌ها داره بیشتر و بیشتر میشه و حتی یه نوع نوآوری در کار آیین زرتشت همراه هست این گرایش، برای اینکه همونطور که خبر دارید گرویدن به دین زرتشت آسان نیست. یعنی روحانیون زرتشتی نمیپذیرن که اگه یکی بخواد زرتشتی بشه، البته اینم یه پیشینه تاریخی داره که حتما عباسی بهتر میدونه، ولی امروز روز دیگه جوان‌ها به این مسئله اهمیتی نمیدن. میگن آقا شما نمیخواید ما رو قبول کنید، نکنید، ما خودمون اوستایی میدونیم و خودمون زرتشتی هستیم، به شما ربطی نداره، ما دلمون میخواد انتخاب کنیم این کتاب رو، این کتاب مقدس ما هست، حالا شما میخواید ما رو به اصطلاح غسل تعمید بدید یا ندید، یا ما رو در گورستان زرتشتی جا بدید یا ندید، ما زرتشتی میدونیم خودمون رو. یک همچین جنبشی در اروپا هستش، در همه داخل ایران هم در همه جای جهان هست، در داخل ایران هم هست. حالا این گرایش شما به آیین اوستا آیا رابطه به این موج اوستاگرایی جدید داره یا نداره؟ جناب پرویز صیاد، یاد مهربانیار مهدی اخوان ثالث، میم امید به خیر، میگفت حرکت از آن بود که محرکی بود، تا
محرکی نباشه که حرکتی به وجود نمیاد. من امروز بسیار خوشحالم که در خدمت پرویز صیاد اینو بگم که دوستانی که 15-20 سال پیش وقتی که من دکتر کوروش آریامنش، دکتر مسعود انصاری و دیگران کارهای میکردیم، مطالبی نوشتیم، نقدهایی میکردیم به دین و به اسلام، به ما خورده میگرفتن. 15-20 سال پیش به ما خورده میگرفتن که آقا این همینطور که شما فرمودین چرا افراطی هستید، چرا انتقاد میکنید به اسلام، چرا میکنید. امروزه مرور زمان دوستان رو سابق رو به جای رسونده آقای صیاد که از ما تندتر شدن نسبت به نبردشون با دین. ما با دین نبرد نمی کنیم، ما دین رو به نقد می کشیم، انتقاد می کنیم، ما توهین نمی کنیم. آقای پرویز صیاد، ما معتقدیم که مقدسات وجود نداره، تنها مقدس انسانه. بارها گفتم و تاکید می کنم، برای من هیچ کتابی مقدس نیست، هیچ شخصیت مرده‌ای مقدس نیست، برای من مقدس انسان و انسانیته. وقتی میگن توهین به مقدسات می کنید، ما میگم آقا مقدس منم، توییم. حتی اگر دینی هم اومده که این انسان رو بهش باها و ارزش بده. پس توهین به مقدسات یعنی توهین به انسانیت. شما ببینید چقدر خون ریخته شده به نام اسلام در طول تاریخ تا از دیروز تا به امروز. بر همین اساس جناب پرویز صیاد، این حرکتی که راه افتاد از به ویژه بعد از انقلاب در ایران، این حرکت محرکینی داشت، تحریک کردن مردم. و امروز خوشبختانه در داخل ایران اسما دیگه اسمای آریایی است. بچه‌هایی که از ایران میان از خود ما بهتر پارسی صحبت می‌کنن. بچه‌هایی که از ایران میان دیگه فراتر از ما رفتن، واقعا فراتر از ما رفتن نسبت به شعار مذهبی و چیزهای دیگه. تو صحبت می‌کنی اصلا تو مایه ها نیستن. یک امروز من در خدمتی که از دوستان مهربان بودم در همین لس آنجلس، میگفت که آره به ما زنگ زدن از ایران، گفتن که این مادر ما هنوز نمازش رو میخونه ولی آخر نمازش به جمهوری اسلامی و رهبران جمهوری اسلامی نفرین میکنه، ولی چرا بعضیا به اسلام انتقاد میکنن، اسلام که عیبی نداره. گفتم عزیز من، اون مادر تو اسلام رو بهتر میشناسه یا آیت الله خمینی؟ آیت الله خمینی که ریشش تو حوض سفید کرده، بن لادن که قرآن. آقا بن لادن 20 دقیقه پرویز جان حرف میزنه، 20 دقیقه 15 دقیقه آیه قرآن میخونه. اینها که به اسم اسلام دارن میکشن، اسلام رو بهتر میشناسن یا مادر بزرگ بنده که سر سجادش داره نماز میخونه؟ بر همین اساس ما در این کتاب آیین اوستا بخشی رو اختصاص دادیم به نیایش های اوستایی، یعنی نیایش نوشتیم که یعنی ما به اهورامزدا معتقدیم، ما به خداوند خالق قادر توانا معتقدیم، ولی به این مسائلی که دست پاگیر شده در طی سالها معتقد نیستیم. و این رو تاکید میکنم، مادر بزرگ من و پدر بزرگ من، اونا که از اسلام یه آیه قرآن بلد نیستن میخوان، اونا اسلام بهتر از آقای خمینی و آقای خامنه‌ای رفتن که میشناسن. اجازه بدید از مادر بزرگ ها و پدر بزرگ ها که درود میفرستیم بهشون، بله از یه زاویه دیگه باید نگاه کرد به این، همون نیایش های اوستایی. نیایش رو بله تایید میکنیم، خدا رو تایید میکنیم. اون نیاز انسان به یک نیروی برتر، یک نیروی قابل احترام، بله. قابل تقدس، بله. نیاز انسانی، بله. این نیاز در واقع اونها از نیاز انسانی خودشون دفاع درسته. میکنن بله. اگر میگن اسلام به خودی خود بد نیست، در واقع اونا اون چیزی رو خودشون نیایش میکنن بد نمیدونن، دل خودشه، اون دل خودشونه و منویات خودشونه و احساس و عواطف خودشونه نسبت به خالقشون، نسبت به اون چیزی که بهش ایمان پیدا کردن. و اونا نمیخوان باور کنن که میتونه اون چیزی که اینها تمام عمر بهش سجده کردن، بهش مهر فرزیدن، بهش احترام گذاشتن، براش حالت عبودیت و بندگی داشتن، میتونه یک چنین گرایش های وحشتناک و خشونتبار و غمانگیزی به بار بیاره. این براشون قابل قبول نیست. بله. برای یه پیرزن، یه پیرمردی که واقعا عمری سر سجاده بله. گذرونده بله. همش بله. انسان مقدسی بوده، خب هیچ وقت نمیخواد قبول بکنه که تمام عمر به چیزی سجده میکرده یا به چیزی احترام میذاشته که قابل انتقاد بوده. برای ما جاش خالی نمیکنیم، ما جاش میذاریم، اهورامزدا رو میذاریم، اوستا رو میذاریم، ما جاش میذاریم، نیایش ها رو میذاریم. ما باید نیایش کنیم. این هستی آفریدگاری داره، یک نظمی وجود داره. اهورامزدا جناب صیاد نمیدونم میدونین یا نه، برخی از ادیان صفت برای خدا قائل نیستن، یعنی اسم به خدا نمیدن. چرا؟ چون شما هر چی بدین کم دادین تفریق. دقیقا بر همین اساس منم به باور دارم. خب وقتی ولی وقتی ما میگیم اهورامزدا یعنی یک قدر، اهورا توانای خردمند، یعنی یک چیزی که هم تواناست هم خردمند. لازم نداره که منو تو رو امتحان کنه ببینه ما این کار میکنیم یا نه، بعد ما رو بندازه تو آتش جهنم. خب آقای عباسی، سوالات بسیاری اینجا ما داریم، ولی متاسفانه فرمایشات شما و استدلال‌های شما از یک شاخه به شاخه دیگه انقدر وسیع بود که اجازه نداد که من سوالایی که می‌خواستم مطرح بکنم. دوستانی که واقعاً می‌خوان
سوالاتی براشون هست و میخوان با آقای عباسی حضوراً آشنا بشن و باشون سوالاتی مطرح بکنن و کتاب اوستا رو ببینن و استدلال ایشون رو در کتاب اوستا و کتابای آثار دیگه شون مطالعه بکنن، روز شنبه 5 مارچ فرصتی است که میتونن در شرکت کتاب حضور پیدا بکنن. ساعتش چه ساعت؟ 5 بعد از ظهر. 5 بعد از ظهر در شرکت کتاب واقع در وستوود لس آنجلس میتونن اونجا حضور پیدا بکنن و با آقای عباسی گفتگو داشته باشن. ما متاسفانه به پایان وقت برنامه رسیدیم. از اونجایی که من مایل هستم که دوست ما در اتاق فرمان اون توضیحاتی که خود ایشون در کتاب راجع به کتاب اوستا تهیه کردن به ما دادن برای اطلاع تماشاگران ما پخش بشه و من و آقای سیاوش اوستا با استفاده از فرصت از همه شما خداحافظی میکنیم و تا برنامه بعد ایام خوشی براتون آرزو داریم. از شما هم سپاسگزارم آقای عباسی. بر شما سلام. توفیق یار شما باد. سپاسگزارم مهربان یار. فرصتی بود. نیک. شکر. روزی دو که مهلت است میخور می ناب، کین عمر دو روز بر نگردد. دریاب دانی که جهان رو به خرابی دارد، تو نیز شب و روز زمی باش خراب. چون استاد انوشروان روحانی، استاد جلال ذوالفنون، بیژن مرتضوی، شهرام ناظری، شهبانو شیدایی و مسعود مجاهد. از نوروز میگفتم. حالا خودمونیم، این همه جشن و عید و مراسم مختلفی در جهان هست، کدومشون واقعا با نوروز ما حتی قابل مقایسه است؟ اینه به خاطر ایرانی بودن نمیگم، ارزش نوروز به ایرانی بودنش نیست، به تاریخی بودنشه، به این که تاریخ کهن‌تر از نوروز تاکنون جشنی رو شناسایی حتی نکرده. پیدایشش برمیگرده به زمانی که هنوز تاریخی به وجود نیامده، میرسه به قلمروی افسانه و اسطوره. بعضی ها دلیل تداوم فرهنگی ما رو زبان فارسی میدونن، در حالی که به گمان من اینطور نیست. کرد و بلوچ و لور و ترک و گیلک همه زبانشان در ریشه ایرانی است، اما کدامشان فارسی؟ اقوام ایرانی از دورترین خاطره تاریخ تا کنون همه ساله به رغم هر اختلافی که داشتن زیر یک چتر کنار همدیگه قرار گرفتن، زیر چتر سبز و پرشکوه نوروز. به این ترتیب نوروز جشن یگانه و بی همتای ما ایرانی ها بعد از گذشت هزاران سال و بعد از عبور از صدها فراز و نشیب تاریخی، تنها آیین ایرانی است که هرگز رنگ تعلق به بیگانه نپذیرفته و تا امروز همچنان ایرانی باقی مانده. عرب ها در سرزمین ما همه چیز رو در هم ریختند و شکستند و بستند، ولی حریف نوروز ما نشدند. چرا؟ چون جشن مردم بود، از خود مردم برآمده بود و همه چیز از مردم میشه گرفت یا میشود گرفت و میشد گرفت جز مردم بودنشون رو. در سنوات اخیر همچنان که شاهد بودیم و هستیم، مردم کشور ما هم در برگزاری آزادانه مراسم نوروز دچار مشکلات شدند. مشکلاتی کم و بیش نظیر آنچه که در زمان خلفای بنی امیه دچارش بودند، یعنی باج دادن مستقیم و غیر مستقیم به نظام حاکم برای برگزاری مناسب جشن نوروز. در خاتمه عرایزم لازم می‌بینم که از آقای سیاوش اوستا و یارانشون که در برگزاری برجست من کمک کردن سپاسگزاری بکنم. برای بیش از این وقتون نمیگیرم، یک بار دیگه از شما تشکر میکنم. نوروز رو بار دیگه بهتون تبریک میگم. به قول آمریکایی‌ها انجوی ده شو. چشاشان اگه شور باشه چی؟ هرچی بگن یه جو چش دادن هم یه ماش اسفن تو آتیش میریزن تا که رب و دروغ صدا بکنن. دودش بره تو چچه هرچی حسود روزگار مخیده را سیا بکنن. جرب و جروب و هفتانه اسفن طلب و دروغ و هفت افه دوندو جرب و جروب و هفتانه اسفن طلب و دروغ و هفت افه دوندو.
بودی ببخشید زیبا گرفت من آماده نبودم. خیلی عذر می‌خوام. شرمنده.